راجع به آقازاده اگه میخوایم صحبت کنیم، من میخوایم منصفانه نگاه کنیم. ما طیف های مختلفی داریم. ما یه بخشیشون آقازاده هایی هستن که اینها پدرشون یا خودشون دچار مشکلن، به صورت موقت میان بیرون و برمیگردن یه سال دو سال. اینا اصولا موقعی هم میان بیرون سر صدا نمیکنن. من میگم این طیف رو فعلا میگذاریم کنار. اینا در واقع از محل ارتزاقشون ادامه همون رانتی است که در ایران ممکنه استفاده کنن. ما منصفانه اگر بخوایم نگاه کنیم آقازاده هایی داریم، البته شاید زیاد نیستن، شاید ما نمیشناسیم، منتها آقازاده هم داریم که خب اینا واقعا روی پای خودشون ایستادن، کاری به پدرشون ندارن، منتقد پدرانشون هستن، یا حالا شاید ظاهرا منتقد انتقاد نکنه، ولی شما یا از زندگیشون که مطلع میشین میبینید یک وضعیت کاملا نرمال دارن، چه واسه حتی رفتن تو صف پناهندگی ایستادن. من به نظر به اینها میشه احترام گذاشت، به هر حال انتخاب خودشون هست و به نظر من حداقل چیز قابل سرزنشی نیست. منتها در مورد طیف سوم آقازاده هایی که صحبت میکنیم، اینها کسانی هستن که عمدتا مال نیروهای اصولگرا، عمدتا یه زمانی میگفتن مال تکنوکرات هاست، اما الان دست اصولگرا هاست، تکنوکرات هم همچنان هستن، که اینها بدون اینکه کاری کرده باشن، بدون اینکه تخصصی گرفته باشن، اقامت خیلی سطح بالا دارن و یک زندگی بسیار بسیار آشکارا سطح بالا دارن. ما میدونیم یک تحلیل غیر رسمی بود که میگفت حدود 25 نفر در سه کشور اروپایی، به دلیلی من دقیق‌تر توضیح نمیدم، اینا فقط این در واقع بلو کارتی که اتحادیه اروپا میده اقامت، به عنوان معلم زبان فارسی با همین شرکت‌های سوری که خودشون ساختن اقامت دائم گرفتن به همین سادگی. اینجا شما یه مشکل بزرگتر دارید که تعریف آقازاده چیست. یه زمانی در جمهوری اسلامی اگر میگفتن آقازاده، یعنی اون کسانی که سهامدار حکومت هستن، روحانیون ارشد، نظامیان ارشد. مرتضی راستش بخواید الان به قدری فساد فراگیر شده، هر کسی از سر از این سفره انقلاب سهمش رو میخواد، که اگر طرف مدیر مثلا اداره برقی شهرستان درجه دو باشه، رئیس کلان، رئیس مثلا نیروی انتظامی شهرستان درجه سه باشه، باز به پسرش میگن آقازاده و برای خودش امپراتوری اقتصادی داره، حالا برای کوچیک و هر از خودش امپراتوری اونجا رو انداخته. اینجا دیگه شما با طیف بزرگی مواجه هستید، یعنی شما تعداد زیادی از اعضای شورای شهر بچه‌هاشون می‌بینید بر اونور هستن. شورای شهر منظور تو شهرهای بزرگ این نیروهای سیاسی هستن، حالا توی شهرستان ممکن یک شهروند عادی چه بسا شهروند محترم حتی منتقدی عضو شورای شهر باشه. این نیروها نیروهایی هستن که کاملا ساختار پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو نمایندگی می‌کنن، کاملا منبع زندگیشون رانت هست، همون رانت نفتی است، در مواقع خاصی و تحریم‌ها رو دور می‌زنن، اعداد بسیار بزرگی جابجا می‌کنن و حتی نیروهایی هست که بعضا گفته میشه در واقع منبع اطلاعاتی نیروهای جمهوری اسلامی هستن. آقای معدد راشد اشاره بفرمایید. فقط میخوام یه چیزم بگم، حالا بعدا بیشتر توضیح میدم. یه بخشم ببینید تناقض عجیب و غریب، یعنی یکی از کاربران نوشته بود که آقای خزعلی کاش زنده می بود و میفهمید این حکومت مسخره ای که درست کرده که سه تا نوه خودش هم نمیتونن تحمل کنن. سه تا یا چهار تا آقای بدوی آزاد؟ بله چهار تا. این آقای کی‌نژاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ببینید ایشون نیرویی بوده که در سالهای اخیر دائما دنبال حجاب اجباری و زورگویی و سختگیری با خانم‌ها بوده. دختر خانم محترمشون با آقا دامادشون عکس خوشگل گرفتن خارج کشور. من بخیل نیستم، ولی خب به هر حال اینا باید جواب بدن که اگر اینا زورشون به دخترشون نمیرسه، خب بی خود میکنن، غلط میکنن، تو 140 میلیون زن ایرانی میزنن، و اگر زورشون میرسه خب چه دختر خودشون رو معجبه نمیکنن. این تناقض هم واقعا چیزی که بعضی وقتا آدم رو دیوانه میکنه.